جنگ افغانستان به بن‌بست رسیده است. ایالات متحده آمریکا پس از نزدیک به 18 سال میکوشد تا این جنگ را از راه‌های سیاسی به پایان برساند. سفیر زلمه خلیلزاد ماموریت دارد تا این جنگ را از راه‌های سیاسی و گفتگو به پایان برساند و ماموریتش این است تا هر چیز زودتر با طالبان به توافق برسد تا یک آینده روشن و به گفته خودشان یک افغانستان موفق با وجود بیاید. آیا گفتگوهای ایالات متحده آمریکا با افغانستان چی سرنوشت برای افغانستان تعیین خواهد کرد؟ در گفتگو با دکتر زلمه خلیلزاد این پرسش ها را میپرسیم. هفت دور گفتگوی فشرده و نفسگیر با ایالات متحده آمریکا داشتین. نتیجه این گفتگوها چی بوده تا کنون؟ ما قسمی که شما اشاره کردین، هفت دور با طالب ها گفتمان داشتیم، مباحثه داشتیم و من میتونم که به مردم افغانستان بگویم که پیشرفت های زیاد به دست آمده، اما هنوز کار تمام نیست و بعد از اینکه این مجلس برای صلح که در دوحه دایر شده ختم شد، دوباره کار شروع میکنیم، باعث را شروع میکنیم با طالبا به امید از اینکه هرچی زود به موفقیت برسیم. این مجلس آخری که در 6 روزی گذاشتن ما داشتیم، این دوره، این گفتگو، این مباحثه از تمام مجلس های پیشتر کرده بهتر بود و موفقیت های بیشتر از دوره های پیشتر به دست آمده. این موفقیت ها چی بوده؟ این موفقیت ها در تمام 4 موضوعی که ما در بارش تا صحبت کردیم صورت گرفته و سر هر 4 موضوع بحث صورت گرفته، مباحثه صورت گرفته. یکی از این موضوع است که نگرانی دنیا از اینکه از اراضی که زیر کنترل طالب است، حالا بعد از اینکه موافقه صورت گرفت و اگر طالب ها بعد از مباحثه بین افغان ها داخل در حکومت آینده افغانستان میشن که طرفدار سیاستی باشن که از اراضی کل افغانستان به ضد امریکا، به ضد دوستای امریکا استفاده صورت نمیگیرد. دوم مسئله خروج قوای خارجی است. سوم مسئله دیالوگ یا بحث یا کنفرانس برای صلح است بین افغان ها و همچنان مباحثه که فیصله کن خواهد بود برای موافقه روی یک پلان برای ختم جنگ و حل سیاسی، پلان برای آینده سیاسی افغانستان و آتش بس دائمی و کلی. ما در مجالس بیشتر من راپور دادم به مردم افغانستان که ما درباره مثلا مسئله تروریسم پیشرفت کرده بودیم. حالا میخواهیم برایشان بگیم که ما در هر 4 موضوع پیشرفت کردیم، کار ختم نیست. امیدوار هستم که بتانیم هرچی زودتر از طرف نقطه نظر امریکا که به یک موافقه برسیم. من میخوام همچنان مردم افغانستان بگویم که ما با حکومت هم در مذاکره هستیم و میخوایم مثلی که با طالب ها که قسمت اراضی افغانستان را کنترل میکنن در مباحثه روی موضوع هستیم، با حکومت افغانستان هم هستیم که من امروز هم با جناب رئیس جمهور برای زیادتر از 1 ساعت صحبت کردم. مذاکره بیشتر به خاطر اختلافات می باشه. آیا فکر می کنید که اختلافاتی وجود داره بین شما و حکومت افغانستان؟ بین ما و طالبا طبعا اختلافات وجود داره. بین حکومت افغانستان و طالبا طبعا اختلافات وجود داره که اگر او نمی بود جنگ نمی بود و ما با طالب صحبت میکنیم و همچنان با و مذاکره میکنیم و میخوایم حکومت هم در جریان بگذاریم و صحبت های ما زیادتر با رئیس جمهور ایست که اونها را در جریان بگذاریم که ما روی چه موضوع صحبت کنیم، مسئله در کجاست و اونها هم در جریان باشن. چون مذاکره گفتین این رقم برداشت میشه که
شاید حکومت هم اختلاف نظرهای با ایروان داشته باشد. مذاکره هم هست با حکومت و او سر عزیز که برای آینده طولانی بعد از صحبت ها با طالب، بعد از مذاکره بین طالب ها و دیگه افغان ها از نقطه نظر حکومت در آینده در قسمت تروریسم چه یک موافقه کده میتانیم با در موجودیت خروج در قسمت خروج قوا یا موجودیت قوا چه صحبت های کرده میتانیم. خود در اونجا هم مسائل است که باید رویش مباحثه کنیم. اختلاف نظر حکومت چی از با این پروسه؟ در ابتدا باز و غلط فهمی ها به فکر ما بود که باز سر عجله ما که من میگفتم من دارم عجله میکنم خوش نبودن، باز این فکر میکردن که بهتر نمی بود که اگر ما صبر میکنیم تا طالب قانع میشد که با حکومت اول بشینه پیش از اینکه ما کتشان بشینیم. قابل فهم بودی نگرانی های حکومت، قابل فهم از نگرانی که دیگر افغان ها هم داشتن، اما ما بالاخره فیصله کردیم برای اینکه سرعت بتیم به رسیدن به هدف مشترک مذاکره و پیدا کردن یک رای حل سیاسی که ما اول گپ یا بحث یا مباحثه را با طالب شروع کنیم، اما او را به این هدف که دروازه را باز بکنیم برای گفتمان بین الافغانی که بسیار خوشحال هستم که امشب به خیر در اینجا شروع میشه و برای مباحثه بین الافغانی به شمول طالب، به شمول حکومت، به شمول کسایی که بتونن از افغانستان نمایندگی کنن، گروپ های مختلف یا عناصر مختلف که به نتیجه یک موافقه روی خط مش سیاسی، یک پلان سیاسی برسن تا این جنگ ختم شود. این خط مش سیاسی چی میتونه باشه؟ او خود مربوط افغان هاست که امیدوارم که تو یک چیزی باشه که از مشکلات افغانستان، از تاریخ معاصر افغانستان خصوصا جنگ های بین افغان ها یک چیزی یاد گرفته شده باشه و او که اختلاف نظر، اختلاف ارزش ها طبیعی است، دیگه جای دنیا هم است، اما مشکل افغانستانی بوده که یک گروپ خواسته ارزش های خود، مفکوری خود، ایدئولوژی خود زور سر دیگه به قبولانه و اگر بتونیم به اساس این تجربه 40 سال به یک نتیجه برسیم که اختلاف نظر همه جا وجود داره، اما روی یک اجماع از به اساس یک اجماع روی یک فرمولی که رقابت های سیاسی چطور حل میشه، چطور جنگ رای حل مشکلات نیست و چی یک خط مشه، یک پلان سیاسی است که همه عناصر مهم افغانستان رو قبول بکنن و این یک چیز ضروری است، یک چیز حیاتی است و فکر من برای افغانستان، من امیدوار هستم که افغان ها نه تنها به اساس گفتمان و به اساس مذاکره که امیدوار هستم در آینده نزدیک شروع شد و باید یک نتیجه برسن و هر رولی که ما بتوانیم بازی کنیم که ممید تو یک موافقه شد بین افغان ها ما حاضر هستیم که رول بازی کنیم. ختمش با موافقه گفتید در آغاز ای روند نگرانی های از طرف حکومت به خصوص خود رئیس جمهور نگران شد و حتی گفت که ما نمیخواییم که به دوره سالهای 1992 یعنی حکومت دکتر نجیب برسیم، نمیخواییم او تکرار شود. این یک نگرانی را به وجود آورد که مبادا افغانستان بار دیگه اونمو دوره را شاهدش باشه و از طرف دیگه دیدگاه های دیگه هم وجود داره که احتمال داره که سال 2019 میتونن که تکرار سال 2001 و نشست بنی اینا باشه. از نظر شما افغانستان به کدام مسیر روان است؟ سال 1992 یا سال 2001 که منجر به نشست بن و رویدادها یا تحولات سیاسی پس از اون شد؟ من از هر دو فرق داره. اگر ما تنها در جستجوی دیمی بودیم که قوای خود بکشیم بیرون کنیم از افغانستان، امریکا میگم، و روی ما یک موافقه صلح کلی کار نکنیم،
خطر از این وجود داشت که مثل بعد برآمدن قوای اتحاد شوروی همون چیز تکرار شود. اما ما او دوره را مد نظر گرفتیم، از او یاد گرفتیم که او غلطی را تکرار نکنیم. ما همیشه گفتیم ما پشت برآمدن قوا تنها نیستیم، ما پشت در جستجوی یک صلح هستیم که برآمدن قوا را اجازه بده، ممکن بسازه. ما میخواییم سر یک پلان سیاسی موافقه شود، سر از اینکه حکومت در آینده افغانا چه قسم مشکلات سیاسی خود حل میکنند، چه قسم تشکیلات میخواهند داشته باشند. این مسائل داخلی افغانستان که سرش یک اجماع صورت گرفتان بتانه چی هست، این در باره دوره باز برامن شوی که چیز ما فرق داره، طرز نظر ما از او، ما او درس مد نظر داریم. در قسمت 2001 این چیز طرز کار ما فرق داره از او هم که در اونجا یک عنصر بسیار بزرگ شامل نبود. گروپ های مهم بودن اما طالب ها که یک نشان دادن که یک عنصر مهم افغانستان هستن شریک نبودن، اشتراک نکردن. و حالا ما در جستجوی ازی هستیم که اما شمول یک موافقه صورت بگیره، نه تنها حکومت، نه تنها گروپ های سیاسی، نه خانما و جوانا و تشکیلات مدنی، که افغانستان نو است. نتیجه موافقت های که در 18 سال سر گرفته است، بلکه طالب هم شامل شود و در موافقه برای یک پلان سیاسی تعلیمات افغانستان، بازسازی افغانستان رول داشته باشند. و با در نظر که جنگ است که در او طالب یک طرف است، ضرور است برای ختم جنگ که اونا هم شریک شوند. پس فکر میکنین که خلایی که در 2001 بود باید آل دوباره پر شد با آمدن طالبا؟ آمدن طالبا مهم است برای ختم جنگ. اگر موافقه روی یک پلان صلح صورت بگیره، ای بهتر است تا این مسئله از راه جنگ بالاخره فیصله شود. افغان ها به قدر کافی جنگ دیدن، 40 سال جنگ بسیار طولانی است و مردم صلح میخواهد. و امریکا هم فیصله کرده که صلح اولیت سیاستش در افغانستان است. پس دیدگاه های وجود داره که خود تاکید مثلا رئیس جمهور ای است که باید انتخابات برگزار شود، اما ایالات متحده امریکا اولویتش صلح است. اینجا فکر نمی کنین که یک اختلاف دیدگاه بین ایالات متحده امریکا و حکومت افغانستان وجود داره؟ تا جایی که من می بینم، من فکر نمی کنم که تو یک مشکل که شما به اشاره کردین وجود داشته باشه، چون من با رئیس جمهور چند بار صحبت کردیم در جستجو برای رسیدن به صلح پیش از اول سپتامبر. اونا گفتن، به مطبوعات هم گفتن، بر ما هم گفتن که طرفدار از این مفکوره و فکر هستن. هم طرفدارش هستن اما بی باور هستن. ما با مشاورین، با نزدیکای رئیس جمهور صحبت میکنیم، اونا باور ندارن که تا اول سپتامبر صلح در افغانستان میه و اونا بیشتر تاکید میکنن که باید انتخابات برگزار شود. از طرف دیگر شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که 13 نامزد انتخابات ریاست جمهوری شورا را ساخته، اینا بیشتر تاکید میکنن که اول صلح بیاید و پس از او انتخابات برگزار شود. اما حکومت افغانستان بیشتر تاکید میکنه که نه، اول باید انتخابات برگزار شود. شما کدام از این دیدگاه ها را بیشتر پشتیبانی میکنید با توجه به این که اولویت ایالات متحده آمریکا در افغانستان صلح است؟ خب شما گفتین که مثل که شما اشاره کردین که اولویت سیاست آمریکا در افغانستان صلح است، این درست است. ما به این نظر هستیم که کوشش نهایی صورت بگیره تا سال یک موافقه از روی فریم ورک سال تا اول سپتامبر صورت بگیره. و اما ما هم صد فیصد اطمینان نداریم، گرچه ایر آرزو داریم که چی صورت میگیره. پس ما گفتیم که
در حالی که کوشش نهایی و جدی خودم میکنیم که صلح تا وقت صورت بگیره، اما چون امکانش نیست که 100% گفتی کار صورت میگیره، برای انتخابات هم تیاری گرفته شوه. اما انتخابات باید شفاف باشه، باید انتخابات به قسم صورت بگیره که سبب درد سرای دیگه برای افغانستان نشه. اما اگر موافقه شد پیش از او، اون نتیجه امو موافقه که صورت میگیره حاکم خواهد بود. پس ما اولیت به صلح میدیم، اما امکان از اینکه انتخابات هم صورت بگیره ایره بیخی کنار، ایره کنار نمیگذاریم و برای گرفتن یک انتخاباتی که مورد اعتماد مردم افغانستان و جامعه ملی باشه هم. و دیدگاه طالبان درباره انتخابات چی بوده؟ شما با اونا صحبت کردین؟ به این مدت کوتاه ما درباره انتخابات صحبت نکردیم. ایره ممکن شما فکر نکنین که ما صحبت نکردیم، اما ما برایشان گفتیم این چیزا در بحثی که درباره انتخابات داشتیم که ما باید سیاست مایی است که کوشش کنیم که پیشتر از انتخابات در اول سپتامبر به یک نتیجه در صحبت های خود برسیم که برای افغانستان هم خوب خواهد بود و برای طالبان هم خوب خواهد بود. و اما هنوز خو تقریبا 1.5 ماه دیگه وقت است برای این کار، گرچه من میفهمم که شروع رقابت های سیاسی هم فصل رقابت سیاسی برای انتخابات زودتر شروع میشه. و پس از اول سپتامبر برنامه ها چی است؟ مردم چی چشم اندازی باید داشته باشند؟ اگر با موافقه برسیم خب همه باید خوش باشند که یک چپتر نو، یک صفحه نو در تاریخ افغانستان شروع خواهد شد و ما امیدوار هستیم که به متوجه نتیجه برسیم. بسیار زیاد تشکر از شما. تشکر.